من از بچگی تو شهر سواری انجام میدادم و علاقه داشتم، ولی خب حالا توی برهه توقفی بود که انجامش نمیدادم به خاطر حالا فرهنگ جامعه بود یا هر چیزی که خانم‌ها کلا دو شهر سواری نمی‌کردن. اما از سال 85 دوباره شروع کردم به شهر سواری به خاطر علاقه خیلی زیادی که به شهر سواری داشتم. میگم شاید فرهنگ جامعه بود که من هیچ شهر سوار خانمی نمی‌دیدم یا جامعه نمی‌پذیرفت که یک خانم سوار دو چرخه شه. حالا به چه علتی واقعا نمیدونم، یه جورایی این شغل ما هست، آینده ما هست که روش برنامه‌ریزی کردیم. برای ما هر اتفاقی توی دوچرخه سواری بیفته یا هر اتفاق جامعه توش تاثیر داشته باشه دوچرخه سواری خیلی رو ما تاثیر میذاره. مسئله اصلی اینجاست تو بحث حرفه‌ای اصلا نگاه نباید جنسیتی باشه. ما روزی حداقل 3-4 ساعت روی چرخ میشینیم با حجاب کامل توی گرمای، چه توی تابستون که گرمای 40-50 درجه است، چه توی زمستون که دمای 0 درجه باشه، ما توی هوا داریم پا میزنیم و مثل بقیه داریم، مثل دقیقا شرایط ما کاملا با آقایون یکسان هست. ما همه شرایطمون یه جورایی توی سطح بین‌المللی با آقایون یکسان هست، اما توی امکاناتی که میدن، توی توجهی که میشه، ما شرایطمون توی ایران یکسان نیست. رشته ما چون رشته رکوردگیری نیست، بر اساس مسابقاتی شرکت کنیم سطح ما بالاتر میره. نفر اول دنیا شاید توی یک سال 30 تا مسابقه بین‌المللی شرکت کنه، در صورتی که من از سال 93 تا الان 15 تا شرکت کردم. حالا توی من شیراز حالا تمرین می‌کنم، توی تهران و شیراز خیلی مسئله نیست، خانم و آقایون میتونن راحت دو چرخ سواری کنن، ولی من دوستایی ندارم که توی شهرهای دیگه هستن و همشون مشکل دارن برای اینکه تمریناتشون رو انجام بدن توی سطح شهر. خیلی مزاحمت‌های جدی شده، حتی از ممکن از طرف یه سری از ارگانام اینا رو دستگیر کنن، نگهشون دارن. ممکنه خیلی استعداد داشته باشیم توی این شهر که داریم از دستش میدیم با همین کار ما، خیلی ممکنه خیلی شانس داشته باشیم که بتونیم توی سطح جهانی برسیم، توی سطح بالاتر بریم. چقدر استعداد داریم، فقط دارن ممنون میشن که کار کنن. دوچرخه سواری واقعا زندگی من رو عوض کرده، چون که نمیدونم، حالا شاید من میگم رشته ورزشی دیگه خیلی امتحان کردم رشته سالانه، هیچ کمیشون این حس رو نداشتم که دوچرخه سواری. من وقتی سوار چرخ بودم هر چی ناراحتی باشه کلا همه چی فراموشم میشه، یعنی همه چیز برای من خیلی شاد میشه، مثل یه بچه میمونم.